وزرایی که تو این دولت هستن، مدیرانی که این دولت هستن، خیلیشون سرمایه دارن. 1000 میلیارد، 500 میلیارد، کمتر، بیشتر، نم فلانجا سرمایه گذاری کردن، 10 تا شرکت عضو هیئت مدیرشن. این سرمایه ها حاصل دو زدن قانونه. این سرمایه ها حاصل حضور داشتن در مصدر امر، بهره مند شدن از رانت هاست، بهره مند شدن از وام هاست، بهره مند شدن از مکانیزم هایی که حضور داشتن در قدرت برای آدم فراهم میکنه. این سرمایه حاصل اینه. این نگاه اصلا اولا دغدغه‌ای برای مسئله فقر و بی‌عدالتی و گرسنگی آدم ها نداره. ثانیاً هم راحل هایی که جستجو میکنن جالبه. یعنی ببینید اینا خیلی قشنگ بحثشون اینه آقا ما میخوایم توسعه پیدا کنیم، یه عده‌ای بالاخره این باید این واسط هزینه‌شو بدن. اون آقای وزیری که الان خارج از کشور است، لندن است، ایشون رسما گفته بود دیگه، گفته بود که آقا جان وقتی که مردم اعتراض میکردن به اون فشار تورم 49% میدونی تورم 49% در زمان در سال 1974 ما داشتیم در دولت سازندگی کارگزاران، وقتی که به اون اعتراضات پیش اومده بود اینها، تو جلسه شورای امنیت ملی گفته بود خب باتوم بخرید، باتوم و سپر بخرید. این منطقه این اساسا، یعنی شما نگاه کنید تو شیلی هم اینا به همین شیوه اول کردن. وقتی پینوشه به اصطلاح حکومت رو گرفت، دو مشاور اصلیش دو تا از این مرادهای نئولیبرال های وطنی ما هستن، یکی فریدمن بود، میلتون فریدمن، یکی هم فردریش فون هایک. اینا اصلا تزشون همین بود، آقا یه عده این وسط له میشن ولی توسعه به دست میاریم. جالب اینه توسعه هم به دست نمیاریم. آخه نکته اینه، یعنی نگاه سرمایه‌دارانه ای که درست نقطه مقابل نگاه امامه، اما انکار میکنه این رو که نقطه مقابل نگاه امامه، میخواد تحریف کنه نگاه امام رو. این نگاه انقلابی گری رو، عدالت خواهی رو، آرمان خواهی رو، میگه اینا افراطی گری است، اینا بی خردی است. عدالت تو ایران بعد از انقلاب دو تا دشمن داره، یکیش نظام استکبار سرمایه‌داری جهانیه، یکی این طبقه نوظهور سرمایه‌دار داخلی کشوره. بینش حاکم بر بخش اصلی قوه مجریه ما هم همینه. اینا دشمنان عدالت، اصلا به دنبال عدالت نیستن، به دنبال بازتوزیع ثروت ها نیستن. اینا خیلی براشون طبیعیه که یه عده‌ای مثلا در فقر زندگی کنن، حداقل زندگی کنن، یه عده زیاد، یه عده کمی هم در رفاه زندگی کنن. خیلی براشون طبیعیه این مسئله. و اتفاقا همین ها هستن که میگن، که همین سرمایه‌داران نوظهورن که میگن ما باید با نظام جهانی کنار بیایم، تو هاضمه اقتصاد جهانی هضم بشیم، ما اصلا نباید به دنبال مبارزه باشیم.